ای پدر تویی ذات محبت، ای پدر تویی خالق رحمت، ای پدر تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. ای پدر تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. ای پسر سلطان محبت، ای پسر توی فیض و رحمت، ای پسر تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. ای پسر تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. محبت ای روح القدس بخشنده رحمت، ای روح القدس تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. ای روح القدس تو را عاشقانه می ستایم می پرستم حمدت گویم. سلام عزیزان، امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنید در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند باشید. عزیزان، خداوند یگانه پرفیض و مهربان، خالق این هستی و شما، بسیار مشتاق تا با شما صحبت کنه. از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناخت بهتر از او، کلام او را مطالعه کنیم. عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست میوه‌های محبت. آیه کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیه 22 هست. این آیه می‌فرماید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. آمین. عزیزان، قبل از شروع مطالعه از شما دعوت می‌کنم تا با هم دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی. خداوند، از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به من بیاموزی به من کمک کنی.
خداوند به من کمک کن تا درک کنم این آیه در کلام تو در غلاطیان فصل 5 آیه 22 چه ربطی با زندگی امروز من داره. در نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین. دوست خوب من، در کلام خدا در کتاب غلاطیان فصل 5 آیه 22 ما با 9 تا از میوه ها یا ثمرات نیکوی روح القدس آشنا میشیم. همونطور که بیشتر شما مطلع هستید، روح القدس روح پاک خداوند هست، یا به عبارتی دیگه روح القدس خداوند در روح هست. روح القدس یا خداوند در روح در لحظه‌ای که یک شخص به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان میاره، در وجود آن ایماندار به عیسی مسیح سکنا می‌گزینه و تا پایان عمر زمینی وی در او به سر می‌بره. روح القدس در شخص ایماندار به عیسی مسیح در تمامی طول عمر زمینی وی میمونه تا از او مراقبت کنه، تا او را در دوراهی ها و فراز و نشیب های زندگی هدایت کنه، تا او را با شخصیت واقعی خداوند و نحوه عمل کرد او در زندگی وی و این جهان آشنا کنه و تا به شخص ایماندار کمک کنه بتونه قادر بشه اراده خاص خداوند را برای زندگیش بشناسه و در اون اراده زندگی کنه و موفق باشه. عزیزان، روح القدس همچنین در شخص ایماندار به عیسی مسیح تا روزی که وی بر روی این کره زمین زنده هست باقی میمونه تا میوه های نیکو و خاصی را به بار بیاره. این 9 میوه یا ثمره نیکویی که روح القدس در ایمانداران به عیسی مسیح به وجود میاره عبارتند از محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. عزیزان، در ارتباط با حضور روح القدس در هر ایماندار واقعی عیسی مسیح و تولید این میوه های نیکو در او، باید دو نکته بسیار مهم را خدمت شما تذکر بدم. اول اینکه همونطور که عرض کردم، روح القدس در همان لحظه‌ای که یک شخص به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان قلبی میاره ساکن میشه و تا لحظه‌ای که آن شخص بر روی این کره زمین زنده هست و زندگی میکنه در وی باقی میمونه. نکته دوم اینه که روح القدس اگرچه قادر و مایله تا میوه های نیکوی خودش را در شخص ایماندار به عیسی مسیح به وجود بیاره، ولی میوه های نیکوی روح القدس تنها زمانی در شخص ایماندار رشد میکنن که آن شخص ایماندار با روح القدس همکاری صادقانه و دائمی داشته باشه. همکاری صادقانه و دائمی شخص ایماندار به عیسی مسیح با روح القدس بدین صورته که شخص ایماندار نباید هیچ گناه اعتراف نشده ای را در خود پنهان نگاه داشته باشه. شخص ایماندار باید تمامی جوانب زندگی خودش را به روح القدس تسلیم نموده باشه. شخص ایماندار باید هر روزه کلام خدا را مطالعه کرده و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشه. شخص ایماندار باید هر روزه با خداوند وقت شخصی بگذرونه و در اراده او زندگی کنه. تنها در این صورته که روح القدس میوه های روحانی و نیکوی خودش را در آن شخص ایماندار به عیسی مسیح به خوبی رشد میده. عزیزان، دعا میکنم تا همه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودتون ایمان قلبی داشته باشید، تا در اون صورت عیسی مسیح گناهان شما را ببخشه و به شما حیات نوع ابدی در نزد خود در بهشت عطا کنه.
همچنین تا روح القدس در شما ساکن بشه و از شما برای به کمال رساندن نقشه خاص خداوند در طول زندگیتون استفاده کنه و همچنین تا روح القدس بتونه میوه های نیکوی خودش را در شما به بار بیاره. عزیزان، وقتی با دقت به لیست 9 میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار واقعی و فروتن به عیسی مسیح به وجود میاره توجه میکنیم، متوجه نکته بسیار مهمی میشیم. این نکته که اولین میوه‌ای که روح القدس در ما به وجود میاره محبت هست و بقیه 8 میوه دیگر بعد از میوه محبت آورده شده اند. دوست خوب من، آیا شما محبت واقعی خداوند را تجربه نموده اید؟ آیا انسانهای دوروبر شما میتونن حضور محبت واقعی خداوند را در زندگی شما مشاهده کنند؟ عزیزان، بعد از میوه اول که محبت هست، ما با میوه دوم روح القدس با نام شادی آشنا میشیم. شادی بنابر آموزه‌های مسیحی برخورداری از احساس شعف و شادکامی داشتن به خاطر محبت خداوند هست که در ما به وجود آمده. دوست خوب من، آیا شما شادی واقعی خداوند را تجربه نموده اید؟ آیا انسان‌های دوروبر شما میتونند میوه شادی خداوند را در زندگی روزانه شما مشاهده کنند؟ عزیزان، میوه سومی که در لیست میوه‌های روح القدس مشاهده می‌کنیم، آرامش هست. آرامش واقعی که خداوند روح القدس در ما به وجود میاره به این دلیل که ما اطمینان خاطر و ایمان داریم که خداوند حتما همیشه به تمامی قولهای خودش به ما عمل میکنه. اطمینان از این قولهای خداوند که او در ایمانمان به عیسی مسیح گناهان ما را میبخشه. او در تمامی طول عمرمون همیشه و در همه جا با ماست. او از ما مراقبت میکنه. او برای نیازهای واقعیمون مهیا میکنه. او به ما آرامش واقعی میبخشه. دوست خوب من، آیا شما آرامش واقعی خداوند را تجربه نموده اید؟ آیا انسان‌های دوروبر شما میتونن حضور آرامش خداوند را در زندگی روزانه شما مشاهده کنند؟ میوه چهارمی که روح القدس در هر ایماندار فروتن و واقعی عیسی مسیح به عمل میاره بردباری هست. عزیزان، بردباری صبر ما با خداوند هست، چرا که ما به محبت بی‌قید و شرط او برامون ایمان داریم. وقتی ما در ایمان و اعتماد کامل با خداوند صبر می‌کنیم و منتظر عملکرد الهی او در زندگیمون و در دنیای اطرافمون می‌مونیم، آنگاه خداوند حتماً در زمان و به روش الهی خود بهترین‌های خودش را به ما عطا می‌کنه. دوست خوب من، آیا شما میوه بردباری خداوند را در خود دارید؟ آیا انسان‌های دوروبر شما میتونند بردباری خداوند را در زندگی روزانه شما مشاهده کنند؟ پنجمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار فروتن و واقعی به عیسی مسیح به بار میاره مهربانی هست. عزیزان، مهربانی به طور خیلی ساده و خلاصه واکنش مهرامیز نشان دادن به تمامی انسانهایی هست که خداوند اجازه ورودشون را به زندگی ما میده. اجازه بدید یک بار دیگه معنی مهربانی را خدمت شما تعریف کنم. به طور خیلی ساده، مهربانی واکنش مهرامیز نشان دادن به تمامی انسانهایی هست که خداوند اجازه ورودشون را به زندگی ما میده.
دوست خوب من، خداوند اجازه ورود چه کسانی را به زندگی شما داده؟ چه کسانی این روزها دور و بر شما هستند؟ آیا مطمئن هستید که اونها میتونن مهربانی که خداوند به شما نشون داده را در گفتار و رفتار زندگی روزانه شما مشاهده کنند؟ ششمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار فروتن و واقعی به عیسی مسیح به بار میاره نیکوکاری هست. عزیزان، نیکوکاری انتخاب انجام هر کاری هست که از محبت سرچشمه گرفته. دوست خوب من، آیا شما در انجام هر کاری انتخاب می کنید تا از محبت پیروی کنید؟ آیا انسانهای دوروبر شما می تونن نیکوکاری های شما را برگرفته از محبت واقعی و بیقید و شرط ببینند؟ هفتمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار واقعی و فروتن به عیسی مسیح به وجود میاره وفاداری هست. عزیزان، وفاداری ما نسبت به خدا و دیگران در واقع واکنش قدردانی و ابراز تشکر ماست. قدردانی از محبت بی قید و شرطی که خداوند همیشه برای ما داشته و به ما ثابت نموده. دوست خوب من، آیا شما محبت بی قید و شرط خداوند را براتون تجربه نموده اید؟ آیا این تجربه موجب شده که شما نسبت به او وفادار باشید؟ آیا انسانهای دوروبرتون شما را شخص وفاداری میشناسند؟ هشتمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح به وجود میاره فروتنی هست. عزیزان، فروتنی در واقع مهربانانه با انسانها همدل شدن هست. آیا شما خودتون را شخص فروتنی میشناسید؟ آیا دیگران میتونن فروتنی واقعی را در زندگی روزانه شما مشاهده کنند؟ نهمین میوه‌ای که روح القدس در هر ایماندار واقعی به عیسی مسیح به وجود میاره خیشتنداری هست. دقت بفرمایید، خیشتنداری فعالان رد کردن و نگفتن به وسوسه هست از روی احترام و محبت عاقلانه ما برای خداوند. تکرار میکنم، خیشتنداری فعالان رد کردن و نگفتن به وسوسه هست از روی احترام و محبت عاقلانه ما برای خداوند. دوست خوب من، آیا شما نسبت به خداوند احترام و محبت دارید؟ آیا در روبروی با وسوسه ها از او کمک دریافت میکنید؟ آیا از روی احترام و محبت به خداوند فعالانه به وسوسه هایی که با آنها روبرو میشید نه میگید؟ دوست خوب من، همانطور که در ابتدای عرایزم در این مطالعه خدمت شما عرض کردم، چنانچه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان قلبی دارید، چنانچه شما گناهان خودتون را به عیسی مسیح اعتراف نموده و از او درخواست بخشش نموده اید، آنگاه او این میوه های روحانی را در شما به بار میاره. میوه هایی که هم موجب برکت شما و دیگران خواهند شد و هم نام خداوند را جلال میدند و اراده الهی او را در و توسط زندگی شما به کمال میرسونند. بنابراین دوست خوب من، محبت بی قید و شرط عیسی مسیح را صادقانه با قلبی فروتن از او دریافت کنید. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح گناهان من را میبخشی و با روح مقدست روح القدس در من سکنا میگزینی.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که من را بدون قید و شرط دوست داری و به من محبت می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که مشتاقی تا میوه های روحانی خودت را در من به بار آوری. خداوند من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش و فیض الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو برای پرداخت تاوان گناهان من در محبت بیمانندت داوطلبانه جان خودت را بر روی صلیب جلجتا فدیه نمودی. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا تا میوه های روحانی تو در من به بار آیند. خداوند به من کمک کن تا محبت واقعی و بی قید و شرط تو را هر روزه تجربه کنم و در روابطم با دیگران به کار برم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن محبت الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا شادی الهی تو را هر روزه تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن شادی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا آرامش الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن آرامش تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا بردباری الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن بردباری الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا مهربانی الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن مهربانی الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا نیکوکاری الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن نیکوکاری الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا وفاداری الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران با دیدن وفاداری الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا فروتنی الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن فروتنی الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. خداوند به من کمک کن تا خیشتنداری الهی تو را هر روز تجربه کنم، به گونه ای که دیگران بتوانند با دیدن خیشتنداری الهی تو در من تو را بشناسند و به تو ایمان آورند. در نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، آرامش الهی او همواره با شما. آمین. کلامت روشنی راهم، هر روز روحم را تازه کنم، مرهمیست بر روی چشمانم، پاک می سازد همه گناهانم. روح خدا آزاد نما، عادیم باش سوی حیات و پاکی.
روح خدا آزاد نما، عادی ام باش سوی حیات و پاکی. ای شبانم تقدیس نما، آزادم کن، نهرای خشک این زندگیم، سیراب ساز این نهر وجودم، شفایم ده با مهرت ای منجیم. روح خدا آزاد نما، عادیم باش سوی حیات و پاکی. روح خدا آزاد نما، عادیم باش سوی حیات و پاکی. زیر پایت می نهم این جانم را، تقدیس نما قلبم را چون طلا. این گر از آتشا من گذر کنم، خواهم از تو روح القدس عادیم با. روح خدا آزاد نما، عادیم باش سوی حیات و پاکی. روح خدا آزاد نما، عادیم باش.